سلام. سلام. اومدم ازت تشکر کنم بابت دستگلی که فرستادی کارخونه. هم جویای وضع جسمانی بشه. ببخشید، کدوم دستگل؟ یه نفر اومده بود کارخونه، خودش دختر تو معرفی کرده. یه دستگل آورد. این کارت هم روش بود. گرفتاری یه بیماری لاعلاجم و مشرف موت. توقع زیادی نباشه، دلم میخواد قبل از مرگ ببینمت. خواهرت فاطمه. یه نفر خواسته سر به سرت بذاره، احتمالاً اونو هم خیلی اذیتش کردی. میبینی که من سرمو رو گندم، ملالی هم نیست. بفرمید. یعنی دستگلتو نفرستدی؟ تو نگاه من مهربونی میبینی؟ از صدای من دلتنگی میشنوی؟ حق با تو. بین ما دوتا هیچ ربطی نیست. چرا؟ بی ربط هم نیستیم خانداداش. فقط من موندم روح پدر خدا بیامرزمون از ظلمایی که تو به من و مادرم کردی تو دنیا داره چی میکشه. زنگی هم که همیشه خرابه. سیاوش، سیاوش چی شد؟ چی شده؟ چرا نیومدی مدرسه؟ بابا مرزه. چرا زد؟ بابا بدی که بدم بالا خورده نشد. خیلیش من دروغ میکرد. سیاوش خانم معلم آره، میخوام یه کمک کنم. آره، ترک کن.
من پاکم. همه بچه خط میدونم. بله آفه. بله من بچه رو میگم. آقا بچه هم میگیم. بله بچه هم میگم. خودو. چی میگی عملی مفهوم؟ هر دیگه زب افتی بوده بله خط بینم. خودو. خودو بینم. میزنم داخلت. اه. اه دست هم دست هم. دست هم خودو برو. بچه هم داره میبریم. آقا. الو سلام آقای فروزانفر، چی شد؟ جدی میگی؟ پس نقشمون گرفت. خوبه بالاخره همه گم شدتون رو پیدا کردین، تبریک میگم بهتون. خب آها باشه، پس منو در جریان بذارین حتما. ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار. بله پاشو بیا سر سفره، غذا یخ کرد. اومدم. وقتی مریم نهارش را تمام کرد نوشتی؟ بله. ظرف ها را جمع کرد. نوشتی؟ حواست کجاست پسرم؟ بله خانم. چیزی شده؟ نه خانم هیچی. دیگه لازم نیست با اون خونه و محله فکر کنی. ایشالله همه ای روزای سخت تمام میشه. سعی کن به چیزایی قشنگ فکر کنی. خانم شما فردا میخوای منو تحویل بابام بدید؟ نه عزیزم، کی اینو گفته؟ یعنی من بعد از این پیش شما میمونم؟ راستشو بخوای من خیلی دلم میخواد یه پسر خوبی مثل تو داشته باشم، باهوش، با ادب، خوشتی، ولی اینو قانون تعیین میکنه عزیزم. ناراحت نباش، من هر جا که باشی هوا تو دارم، بهت قول میدم. چی شد؟ بگی بشین عزیزم، نگران هیچی نباش. آیفون خرابه، من باید برم دم در. تو همینجا میشینی عجا تکون نمیخوری تا من برگردم، باشه؟ چشم. سلام علیکم، بفرمایید. سیاوش پاشو از این خونه بیرون نمیذاره. من بهزادم خانم، پسر حبیب. حبیب؟ کدوم حبیب؟ حبیب فروزانفر. اون یکی اومد و رفت، حالا نوبت این یکی شد. بابات کجاست؟ بابام که فوت شده خیلی وقت. حبیب فوت شد؟ چه خونه با صفایی داریم. دست شما درد نکنه، زحمت کشی. کی فوت کرد؟ یه 20 سالی میشه. 20 سال؟ وقت من خبر نداشتم. ما از وجود شما بی خبر بودیم.
انقدر خاطرات بد از پدرت و عمود دارم که از همه تون هراسونم. وگه نه کی بدش میاد که یه برادری داشته باشه، یه برادرزاده ای داشته باشه. شرمندگیش برای ماست، اما ماشالله بزرگ شدی. 2-3 ساله بودی که دیدمت، مراسم ختم پدر بزرگت بود، صاحب از آن پسر آش بودن، بابا تو عمود. منم این غریبه های گوشه وایستاده بودم، تو همون وسط همش داشتی گریه میکردی، هیچ کس هم حواسش به تو نبود. نمیدونم، مثل این که دلت نمیخواست تو مراسم باشی. اومدم دستتو گرفتم که ببرمت یه گوشه ای واس خودت بازی کنی. پدرت سر رسید، یه تشهر به من زد و دست تو رو از تو دستم کشید و رفت. خواهر برادری ما اینجوری بود، ناتنی بودیم دیگه، ناتنی بودیم. راستش من خیلی از اتفاقات گذشته چیزی نمیدونم، ولی بابت ناراحتی هایی که شما کشیدین واقعا متاسفم. نشونی اینجا رو کی بهت داد؟ نشونی اینجا رو از طریق عمو حسام. حسام به بهانه اینکه من براش گل فرستادم اومد اینجا. تو چه بهونه ای داری؟ واقعیتش میدونی اینا همه نقشه من بود، یعنی میخواستم از طریق عمو عمم رو پیدا کنم. جالبه، بس معلومه از زرنگی فروزانفرا بی نصیب نموندی. عمو جون شما خودتون هم جزی از فروزانفرایی؟ نه نیستم، هیچ وقتم نبودم. پدر خدا بیامرز تو عمود اصلا آرشون میومد که بگن خواهری مثل من دارن. چرا؟ برای که از یه زن دیگه هم، برای که ناتنی هم. من فکر میکنم به هر حال گذشته ها گذشته، به قول معروف میگن پهلوان زنده رو عشقه. اینه که میخواستم اگه شما اجازه بدین باب این رابطه رو دوباره باز کنم. دوباره؟ اسکی اصلا گوش نکردی که من چی میگم. اصلا رابطه ای نبوده که بخواد دوباره باب بشه. ببین پسر جون، من اصلا نمیدونم تو به چه نیتی اومدی، برای من مهم نیست. میوه و چایی تو بخور، نگفته بذار برو. یه فامیل عزیزم، یه فامیل خیلی دور و خیلی نزدیک. بریم تو پسرم. پدر عروس خانم تشریف نیاوردن؟ تا شما مقدمات کار رو انجام بدین ایشون هم پیداشون میشه. بسیار. چند دقیقه منو ببخشید، الان میرسم خدمتتون. ببخشید. گرم میکنم
بود برو از تلفن عمومی سر کوچه زنگ بزن تو خونه‌شون ببین چرا آقا جونت نیومد. اینجا که تلفن داره. اینجا به صلاح نیست مادر. بودو بشون بچش. سلام، من فاطمه‌ام، دختر آقای امیر خسرو فروزانپر. با بابام کار داشتم. خب تو محضر منتظر بابام هستی. خب برای عقدم اجازه پدر لازمه. تو رو خدا گوشی رو بهشون بدین. شما آقا حسام هستین؟ آقا حسام، تو رو خدا من که چیزی ازتون نمیخوام. جایزیه هم مادرم تهیه کرده، فقط اجازه بابام لازمه. یعنی چی؟ مگه دیشب نگفتین مشکلی نیست میادش؟ پس کو کجاست؟ بله لازم باشه به زور بابامو میارم. به التماس، به گریه، به پاش میفتم. الو آقا حسام، چی شد مادر؟ بابا نمیاد. یعنی چی نمیاد؟ زنگ زدم آقا حسام گوشو برداشت. خب گفت بابا نمیاد. الو آقا حسام، گوش کن ببین چی دارم میگم. من زن امیر خسرو، اگه برای شما موقتم یا لکه این ننگم، برای اون زنی هم که یه بچه ازش دارم. هیچی هم ازش نخواستم و نمیخوام. تنها انتظاری که ازش دارم اینه که پاشو بیاد مجلس عقد دخترش یه امضا بندازه و بره. الو، خدا ازتون نگذره. عوض میخوام جناب تدیون، گویا برای پدر فاطمه مشکلی پیش اومده، ممکنه که امروز نتونن برسن. یعنی چی تورنج خانم؟ مگه ما مسخره شمایی؟ اگه حاجی آقا فروزانفر راضی به این رسلت نبودن، در مجلس خواستگاری میگفتن و خلاص. این چه حرفیه میزنید جناب تدیون؟ حتما براشون یه گرفتاری پیش اومده که نتونستن بیان. چه گرفتاری تورنج خانم؟ ببخشید اینو میگم، پدری که نتونه تو جلسه اخونه دختر شرکت کنه، پدر مسئولیت پذیری نیست. ببخشید آقای تدیون، ولی اصلا درست نیست راجع به پدر من اینطور فکر کنی. فاطمه جان خواهش میکنم تو چیزی نگو. نه بذارین حرفشو بزنه خانم، تا ما هم بدونیم با چه خانواده‌ای داریم وصلت میکنیم. نه تورنج خانم، اینطوری نمیشه خواهر من، مثلی که قسمت نیست. ببخشین آقای فلاح، بفرمایید بریم پسرم، بریم. ببخشید تورنج خانم، با اجازهتون. خواهش میکنم. ببخشید بایزه شما. آقای تدیون، پسرم شناسنامه رو میبری یا میذاری اینجا باشه؟ من ببرم بهتر باشه. به سلامت. ممنون. چی شد فاطمه؟ ببینم هت چت شد؟ قربونت برم، دونه که به آخر نرسیده عزیزم. الهی دور سرت بگردم، نکن اینطوری با خودت عزیزم. اول سال جدید شاخصای بورس چطور؟ بله خب خوب بوده، رو به بالا بوده، حرکت داشته. سهام که قبل داشتم یه بوده رشد کرد. راضی بودین از سودش؟ بله الان سر پا. ایادت خیلی ممنون، خواهش میکنم، اختیار داری قدم رو چش. بله بله انشالله انشالله عروسی بچه ها چش چش سرد میشه. نه خود دکتر گفت. بله حالا انشالله چند روز دیگه میبریمش توی چیز چیز کنند. مشکلی مسئله سقراطی گبراطی تونه، میترسی بعدم وجدان درد بگه. اینو بده من یه دفعه، فقط یه دونه گواهی پزشکی برای من دکتر بیمارستان تون نمیشه. بده من بهار گذر پوست به دوا خونه میافته. رفانی تو مثلا داری روانشناسی میخونی یا
کتاب درسی پاره میشه، چی کار کرد؟ نگاه کن تا فردا صبح وقت داری، تنبلی رو بذار کنار، برو بشین بخون، میرسی. تقصیر من اینکه یه پوز دکتر بودن تو رو به دوستان میدم. خب نده، قد هویجم برای من خاصیت نداری تو. نگار کم رعایت حال بابا رو بکن، مریضه ها. بابا شما همش طرفدار اینو میکنی؟ انگار من اینجا بچه سرراهی ام. الان میرم. بابا جون شما داروهاتون رو خوردی؟ برام سلام بده. بله. خواهش میکنم، خداحافظ. بابا آدم داره با این تلفن حرف میزنه. خب این گواهی رو براش بگیر مادر، چی میشه؟ نمیشه مامان جون، میخواد از زیر درس در بره. میگم هاش خانم زنگ زد، خواست حال تو بپرسه. پسرش مثل که چند وقته از آمریکا اومده، رفت تو تخصصشو بگیره. حوصله ندارم، سرم درد میکنه، گیجم. تو یکی دیگر به من گیر نده. وا از صبح تا شب حال و روزت خوبه، به ما میرسی پنجر میشی. خب خواستم با حرف بزنم. وقتی بیرونه با همه میگه، میخنده، حرف میزنه، تو خونه که میاد هیچی. بله بفرمایید، همینجاست. بابا، بابا جون از کلانتریه، میگن سهیل خورم رو دستگیر کردن. بدش به من. بله غلطی کرده درست. باور کنی من به جز این پسر هیچ کسو ندارم. من اومدم به جاش بگم من غلط کردم، من اشتباه کردم، من به دست و پای شما. آقای فرزون فسایل هر اشتباه کرده به خاطر من بوده. اگه تو رو تو مایی زده به خاطر مشکلات من بوده، شما ببخشینش. نمی بخشم، بسیار خوبی کردم جوابش این بود. آقای مهندس برو خدا به اندازه اسم و رسمتون ببخش، جون بچه خود از بچه من بگذار. باید پشت دستش میزدی مادر، نه اینکه پشت به پشتش بدی. دیگه سر کارش با قانونه، نه لطفه نه. آقای مهندس یه چند لحظه صبر کنی. مهندس شوهر توی که خونه خراب کنه. سلام آقای فرزان. تو تله افتادی بچه؟ آقای فرزان فهم تو کارخونه تون تو بهسر و سر خاک برادرتون گفتم غلط کردم. الان میگم فرصت بدین غلط هامو پاک کنم، حق شما رو برگردونم. سرکار کجا باید بریم؟ بفرمایید اتاق افسر تعقیب. مطلب دیگه ای هست که بخوای به حرفات اضافه کنی؟ نه جناب سروان، قبول دارم که اشتباه کردم. آقای فروزانفر حرفاشون رو شنیدین؟ بله، ولی گریم نگرفت. حرفای این آدم نه از روی صداقت، بلکه ترس از حبسه که میگه غلط کردم. قبلنم چند بار بهتون گفتم غلط کردم. هر پولی هم که از کارخونه برداشتم همینجا ضمانت میکنم که تمام و کمال بهتون بدم. دیگه نمیخوام حرفی بشنوم. جناب سرم میشه چهار کلم خصوصی با ایشون صحبت کنم؟ پذیرفتنش با شاکیه. لطف کنید پرونده رو بفرستید دادسرا. گوش من از اراجیف این آدم پره. آقای فروزانفر نگفتم منو ببخشید. متو حرفی هست که باید بهتون بگم که فردا نگین چرا به خودم نگفتی. چند دقیقه صحبت شاید به هر دوتون کمک کنه آقای فروزانفر. بسیار خوب. به احترام شما باشه. سرکار آقایی. بله قربان. آقایون رو راهنمایی کن بیرون، میخوام صحبت کنم. بفرمایید. سوهیل چی شده؟ دو دقیقه فرصت دو دره بردون توضیح میدم چی شده. سرکس چند از عرب خصوص برم باش. الان میام خدمه، فرار نمی کنم، این بغلم. آقای فروزانفر یه چند از نشی بریم. میخواییم قیس کنیم، قیس کنیم. میخواییم داد بزنیم، داد بزنیم. القصه یا غلط کردن منو میبخشیم یا به غلط کردن میندازم بهتون. نه آدم بشون نیستی، مگه با قول زنجیر رو پس گردنی؟
حسام خان مجبورم نکن دیگه، شکایتت پس بگی بزه برگردم سر کار، وگرنه میرم دادگاه میگم برادرت کشتی ها، اون وقت میتونه به احسان مجبور کنی که از خونه پدرش بگذره، میتونی شاهد مثل برادرت زیر خاک کنی، میتونی قانون رو مثل اون مردی که مافنگی ساکتش کنی. کاری میکنم که به غلط کرد. ببرش بازداشت. آقا بفرمایید. اصلا چند روز خودت پرسیدی به سر برادرزاده معلوم کجا؟ بهزاد همه چی رو میدونه. در جریان چی شده؟ ببرش. رفته میشه دلاور. رحمانی به کمک. برای که میشناسی؟ آقا آرام ببرینش. بهش حق و سکوت بدید چند ساله. میشناسیش؟ اتفاقا قرار بیارنش. ببرینش. قرار بیاد دادگاه. بفرمایید. در جریانه. اون در جریانه. اتفاقا بیرون دو سره داره واسه جفتمون داره فعالیت میکنه. ببرینش. ببرینش بازداشتگاه. منوچه در جریانه. از خودش بپرس سرت. بفرمایید. ببرینش. حرف میزنم دعوا ندارم. بودی با حرف میزنم. آقای فرزاف از شما توقع نداشتم. تا پالت پنجتایی که میکنه اولوش 400 خورده یا نمیاد. بله آقا با من نمری داشتیم؟ اخراج میتونی بری خونت. آقا شوخی میفرمایین؟ برو بیرون تا اون روم بالا نیمده. سوالم ازم نپرس. چشم رو چشم هرچی شما بفرمایین. ولی آقا من شوکه شدم. آخه تفهیم اتهام بفرمایین. جسارتا این سوال نیست و کنجکاوم. آخه چه خطایی از من سر زده؟ چی کار کردم؟ وقتی که بیمارستان بودم سهیل رو پیدا کردین یا نه؟ آره یا نه؟ آره آقا آره. چی شد که بدش کردی؟ آقا به جون خودم منو قال گذاشتن. من هرچی به بهزاد گفتم بیا این پسره رو گرفتیمش ببریم کمتری تحویلش بدیم اصلا گوش نکرد، رفت پیش یکی دیگه. یعنی یارو رو برداشتن رفتن پیش یه نفر دیگه. منم هرچی اصرار کردم نشد دیگه. به جون خودم آقا این وسط من هیچ کارم. بهزاد وکیل گرفته علیه من شکایت کرده، گم و گور شدنش هم واسه همینه. نه؟ نمیدونم آقا. آره یا نه؟ آره آقا آره، برای که خریت کرده میشناسینش که. پس به من دروغ گفته. آقای فروزانفر همونجا واسا. چشم رو چشم. آقا تو رو خدا یه ذره من درک کنین. من تو وضعیت خیلی ناجوریم. یه طرف برادر زنم بهزاد وایساده، یه طرف هم شما که بزرگ همه ماهی. از طرف بهزاد که سقف بالا سرم مال اوناست، از طرف شما هم که نونم از جیب شماست. آره آقا من مجبور شدم، برای که بهزاد خواست، برای که نمیتونم بهش نبگم، برای که همیشه که خدا من مجبورم دو طرفه بازی کنم که نه سیخ بسوزه نه کباب، که حالا این دفعه دست خودم سوخت. هر چی که سرت میاد حقته. نمیشه هم با شیر گوشت آهو خورد، هم با کفتار آشقار روده و استخون. آقا نفرمایید، من اصلا این شکلی نیستم. نشنیدی چی گفتم؟ اخراجی. آقا خیلی خوب، شما اجازه بده من بگم. من کاری بودم نبودم. لازم نکرده. چشم رو چشم. اصلا اجازه بده این کامیون واسطه این بارا رو حساب کتاب کردم بارا بزنیم. اونا رو هم میدم اسماعیلی انجام میده. بذار سر جاش.
اسماعیلی که مرخصیه باید بدم شگینی انجام. بله. آقای مهندس تشریف ندارن. نه نه چی خانم تشریف ندارن. شما که یه ساعت پیش گفتی تشریف دارن که. بودن پیش پای شما رفتن بیرون. خانم کجا تشریف بردن بیرون؟ نمیدونم به من چیزی نگفتن. شما بهش گفتی من کاری واجبی دارم؟ بله گفتم. شانس آورد. آقای جهانبخش طوری شده؟ نه خانم طوری نشده. فقط یه سوغاتی جانانه از طرف عموش واسش آورده بودم. اگه بود حسابی تقدیمش می‌کردم. میگم آقای جهانبخش شما حالتون خوب نیست؟ بفرمایید بشینین. یه چای، شربتی، یه خورده آروم شین. مشرم زون. ماشاءالله شما هم تعطیلش کردین. بقیه کجا؟ نه آقا رفتم بیرون دنبال کاراشونه. پس خدا رو شکر اوضاع ردیفه. نه خیر ما دو ماه حقوق نگرفتیم. فیداد بیداد. خانم من شارژ ندارم. اگه میشه مهندس یه دقیقه بگیر من صحبت کنم. بله چشم. الو سلام آقای مهندس. آقای جهانبخش تشریف. یه دقیقه ببخشید. ببخشید. الو بذار. با چه دو ساعتی دارم میگیرم تا جواب نمیدی؟ مرد س... خانم ببخشید. یه لحظه من میخوام خصوصی صحبت کنم. بله اگه میشه ببخشید. مزرم. الو کجایی آخه تو؟ هیچی دیگه آقا هیچی. جندی که تو زدی گریبان منو گرفته اخراجم کرد. بذار من میخوام همین الان با درس. الو بذار. سلام آقا جهانبخش. سلام. حال شما خوبه؟ سلام. چیزی میلری قول مارت میگیرم؟ اگه میشه یه قهوه واسه من بیار. متاسفانه قهوه تموم شده. اشکال نداره یه نسکافه یه چیزی. نسکافه هم تموم شده. چایی بیارم خدمتون؟ بدون چایی بیارم. تا چایی دم بکشه یه لیوان آب بیارم. اگه میشه یه لیوان آب بیار دست در نکن. ببخشید یه عرض داشتم آقا مهندس. چیه؟ آبم قطع شده؟ قطع نشده قربان. دو ماه قسط ما عقب افتاد. دو ماه آقا مهندس حقوق ما نیده. خب قسطای ما عقب افتاده. چیکار کنم؟ شما محبت کنید سفارش بکنید. چش تشکر. چش برم آب بیارم. بفرم. ما کلا خونه نداریم. این قسط خونه اش عقب افتاد. دو بگم چیکارت کنم بسید. کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه. تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس هایی که دامن گیر میشه، میترسم چون دلم بی اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخر میشه.
مثل حرفی که نگاهی نمی گفته و می گفته، اتفاقیه که گاهی نمی افته و می افته، حس یخ زدن تو آتیش، حال سوختن تو سرم.